با سلام و درود خدمت شما فرزندان محبوب خداوند، هر جا که هستین شادی خداوند، قوت خداوند با شما باشه. شما عزیزانی که با هم جمع شدین و دوست دارین از کلام خداوند برکت بگیرین، چقدر افتخار برای من بودن با شما عزیزان. واقعا خدا رو شکرگزاری میکنم و دوست دارم امروز صحبتم رو با یک سوال شروع کنم و اونم این هست که آیا شخصیتی رو در کتاب مقدس به یاد دارید؟ همین الان که میخواید بهش فکر کنید، آیا شخصیتی رو در کلام به یاد دارید که شخصی باشه که فروتن، شکست دل و نزد خداوند فریاد دلش رو بلند میکنه و خداوند پاسخ به او میده، شخصی که واقعا محتاج این هست که از خداوند درخواستی رو میکنه و خداوند بهش رسیدگی میکنه؟ مطمئنم خیلی ها میاد تو ذهنتون، چون واقعا وقتی نگاه میکنیم به کتاب مقدس اشخاص زیادی هستن که برکت یافته هستن، کسانی هستن که فروتنانه به حضور خداوند میان و خداوند قلب فروتن آنها رو میبینه و به فریاد دلشون رسیدگی میکنه. من دوست دارم امروز با یک شخصیت بسیار مبارک در کلام خدا از اون شخصیت اسم ببرم و بدونید که این روزا این شخص خیلی منو برکت داده، مخصوصا قسمت سرودی که برای خداوند سراییده. یعنی میخوام اینطور بگم، این شخص در نیاز بود، نیاز فراوان، و بعد خداوند بهش رسیدگی میکنه و شخصی میشه که خداوند رو با سرودی که خدا به دل او میده او رو پرستش میکنه. بله، این شخص حنا هست. دوست دارم از کتاب اول سموئیل باب 1 قسمتی رو برای شما بخونم و با هم بریم برکت بگیریم از این کلام. بله، اول سموئیل باب 1 آیه 9 میگه: یک بار پس از آنکه در شیلو خوردند و نوشیدند، حنا از جا برخاست. ایلی کاهن نزد درگاه معبد خداوند بر مسند نشسته بود. حنا به تلخی جان نزد خداوند دعا کرد و زار زار بگریست. او نذر کرده گفت: ای خداوند لشکرها، یعنی یهوه خداوند، اگر به راستی بر مصیبت کنیز خود نظر افکنده، مرا به یاد آوری و کنیزک خود را از یاد نبرده، پسری به او عطا فرمایی، او را در تمام ایام عمرش به خداوند خواهم داد و اون وقف شده تو خواهد بود. چون حنا دعای خود را در پیشگاه خداوند طول می داد، ایلی دهان او را ملاحظه کرد. حنا در دل خود سخن می گفت و لبانش فقط می جنبید، بیان که صدایش شنیده شود. از این رو ایلی گمان برد که مست است. بدو گفت: می گساری تا به کی؟ شرابت از خود دور کن. اما حنا پاسخ داد: نه آقایم، بلکه زنی شکست دلم. چقدر عجیبه، این خادم خدا، شخص رو که اومده نیاز به خداوند هست، نیاز داره صدای دلش شنیده بشه، خادم داره او رو قضاوت میکنه. وای چقدر سخت دیدن این تصویر، کسی که به خدمت ایستاده و خدا او رو قرار داده که مردم رو خدمت کنه، اما نیازمند رو میبینه، نه تنها به نیازش رسیدگی نمیکنه، بلکه او رو داوری میکنه، فکر میکنه ایشون مسته. به هر حال بریم جلو. اما حنا پاسخ داد: نه آقایم، بلکه زنی شکست دل هستم، شراب و مسکرات ننوشیدم، بلکه جان خود را به حضور خداوند میریختم. کنیزت را زنی فرومایه مپندار، زیرا تمام مدت از دغدغه و آزردگی بسیار می گفتم. آنگاه ایلی پاسخ داد: به سلامت برو و خدای اسرائیل تمنایی را که از او داشتی اجابت فرماید. حنا گفت: کنیزت در نظرت التفات یابد. چقدر
واقعا حنا فروتنه. چقدر این شخص محتاج هست، حاضر میشه حتی با اینکه خادم نسبت به او قضاوت نادرست کرده، اما ببینید پاسخ این شخص نیازمند چطور هست. یعنی چقدر فروتنانه میخواد که خداوند او رو برکت بده و داره به خادم خدا که او رو داره قضاوت میکنه این چنین احترام میذاره. من واقعا دیدم اشخاصی رو و امیدوارم خود من هم تو این زمینه اینطور باشم و رشد بکنم، اینکه احترام گذاشتن به دیگران، حالا چه برسه به خادمین، هر چقدر خادمین ضعف‌های بسیار میتونن داشته باشن، اما خداوند شخص افتاده رو میبینه و شخصی که فروتن هست رو بهش رسیدگی میکنه. و برای من این بسیار مبارکه که حنا گفت کنیزت در نظرت التفات یابد. آنگاه به راه خود رفت و میخورد و دیگر غم بر چهره نداشت. آنان سحرگاهان برخواسته در حضور خداوند پرستش کردند و سپس به خانه خیش در راه رامه بازگشتند. به پرستش بلند شدن. من دوست دارم اولین نکته ای رو که اینجا با شما در میون بذارم اینه که واقعا وقتی که با قلب فروتن، با قلب شکسته، با قلبی که محتاج هست، وقتی به حضور خداوند میایین، خداوند فریاد دل شما رو رسیدگی میکنه. خداوند دل شما رو میبینه و به داد دل شما میرسه. من میخوام در این قسمت از مزامیر باب 34 آیه 10 رو با شما بخونم. پس با هم بیاییم مزامیر کتاب 34 باب 34 آیه 10 رو با هم بخونیم. شیر ژیان محتاج و گرسنه می شود، اما جویندگان خداوند هیچ چیز نیکو کم نخواهند داشت. شیر جوان محتاج و گرسنه می شود، اما تو که جوینده خداوند هستی، تو که قلب داری برای خداوند، تو که دلت خداوند رو جستجو می کنه، هیچ چیز نیکو کم نخواهی داشت. خداوند هیچ چیز نیکو واقعا نمیذاره که کم داشته باشی. میخوام الان به این فکر کنی، وقتی قلبت رو فروتن در حضور خداوند نگه میداری، خداوند واقعا تو رو از چیزهای بسیار نیکو لبریز میکنه. و میخوام اینو بگم، یکی از دلیلی که امروز در روزهایی به سر میبری، برای شما که الان میبینی خداوند در ایمان شما رو برکت داده و داره چیزهای نیکو تو زندگیتون میاره، به خاطر اینه که قلبتون رو با خداوند نگه داشتید، به خاطر اینه که خداوند رو واقعا از صمیم قلب دوست دارین و دارید با او پیش میرید. پس این وعده خداوند رو بپذیرید و اینو به خودتون بگید: خداوند، من هیچ چیز نیکو در تو کم نخواهم داشت. هیچ چیز نیکو. تو منو در زمانی که تو مقرر کردی، منو برکت فراوان به من عطا خواهی کرد. ای فرزندان، بیایید به من گوش فرا دهید تا ترس خداوند را به شما بیاموزم. کیست آن که آرزومند حیات باشد و دوستدار روزهای بسیار تا نیکویی کند؟ زبان از بدی نگاه دار و لبان از فریب فرو بند. از بدی روی بگردان و نیکویی پیشه کن. آرام بجوی و در پی صلح باش. چشمان خداوند بر پارسایان هست و گوشهایش به فریاد کمک ایشان. خداوند گوشهاش به فریاد شماست. و چیزی که من دوست دارم در قلب حنا هست به شما بگم، اونم نکته دوم اینه که حنا اون چیزی رو که از خداوند درخواست میکنه، دوست داره به خداوند تقدیم بکنه. حنا میگه من زن نازا هستم، زنی که خب دوست دارم آینده فرزندم رو ببینم،
این درخواست رو میکنه از خداوند ولی با قلب فروتن، و خداوند به دعای او رسیدگی میکنه و به اون چیزی که حنا به خدا میگه. چقدر خدا گوشاش تیز هست. میگه که من از تو فرزند میخوام و فرزندی که به من میدی رو به تو میخوام وقفش کنم. اون چیزی رو که به من میدی رو میخوام برای جلال نام تو به کار بگیرم. آیا دعایی هست در این زمینه که از خداوند چیزی رو میخوای نه برای خواسته خودتون، بلکه نخست اراده خداوند رو در نظر میگیرید؟ یعنی خداوند، من اون چیزی رو که میخوام اونو به تو هدیه بدم. به نظر من اگر یه همچین قلبی دارید، خداوند یک هدیه خاص میده. به خاطر همین من واقعا سموئیل رو خیلی دوست دارم، یک نبیه که خیلی برای من الگو هست. چقدر جالبه که این نبی اینقدر مبارک میشه و آنچه را که خدا جواب دعا میده، یک شخصیتی میده که اینقدر زیبا داره کار خداوند رو به پیش میبره. پس میخوام در نظر بگیرید آنچه را که میخوایید. عیسی میگه نخست برای پادشاهی بطلبید. نخست برای پادشاهی بطلبید. آمین که آنچه را که خداوند میخواد به شما بده برای خودش، برای جلال نام خودش به کار میگیره و این برای شما هم افتخار خواهد بود. مطمئنن حنا را میرفت و لذت میبرد، گفت خدا اگه یه پسر به من دادی، اینقدر پسر نیکو و اینقدر این پسر مشتاق حضور توست. خدا رو شکر. پس این دومین نکته بود. حالا من میخوام سرود حنا رو بخونم تو این وقت کمی که هست. میگه حنا دعا کرده، اول سموئیل باب 2، دل من در خداوند به وجد میآید و شاخ من در خداوند برافراشته شده است. دهانم بر دشمنانم فخر میکند، زیرا که در نجات تو شادمانم. قدوسی همچون یهوه نیست، زیرا غیر از تو دیگری نیست. چقدر این دوست دارم اینو. قدوسی همچون یهوه نیست، غیر از تو دیگری نیست و نه صخره‌ای همچون خدای ما. سخنان کبرآمیز دیگر مگویید و غرور از دهانتون بیرون میاید، زیرا یهوه خدای داناست و اعمال به او سنجیده می شود. خداوند چشمانش، کلام خدا میگه یهوه خدایی است که چشمانش میبینه و اعمال رو میفهمه و دل فروتن رو تشخیص میده. کمان زوراوران شکسته شده، اما لغزش خورندگان کمر خود را به قوت بستند. آنان که سیر بودند خیشتن را برای لقمه نانی اجیر ساختند، اما گرسنگان اکنون بی نیازند. زن نازا 7 فرزند زاده است، اما آن که فرزندان بسیار داشت تنها مانده است. خداوند می میراند و زنده می کند، به گور فرو می برد و بر می خیزاند. خداوند فقیر می سازد و غنی می گرداند، پست می سازد و بر می افرازد. بی نوا را از خاک بر پا می دارد و نیازمند را از مزبله بر می گیرد، تا آنان را با امیران نشاند و وارث کرسی جلال گرداند. شکر برای خداوند. شکر برای خداوندی که واقعا این کار را می کنه. من می خواهم صحبتم رو با این تموم کنم. شما یادتون میاد در لوقا باب، اگه اشتباه نکنم، 7، بله، آیه 36 این چنین میگه: عیسی مسیح زنی رو دید میاد، زن بدکاره که میاد به پای عیسی میفته، زار زار گریه میکنه، زار زار گریه میکنه نزد پاهای عیسی و با این فروتنی میاد پاهای او رو عطرآگین میکنه و با گیسوانش خشک میکنه. عیسی میگه نگاه میکرد و دل او رو میدید. چرا؟ عیسی نیست همون صدای خداونده، همون دهان خداونده. عیسی مسیح هم میبینه که در دل ما چه خبره.
من میخوام بگم امروز هم خداوند به قلب فروتن شما رسیدگی میکنه و شما رو برکت میده و شما رو مایه برکت میسازه. واقعا میخوام دوتا سوال کنم اینجا، با این دوتا سوال تموم کنم و اون اینه که چه نیازی هست در خودت میبینی؟ واقعا دوست داری برای اراده خداوند اون نیاز رو به کار بگیری؟ چی هست؟ اونو به خداوند تقدیم بکن. و دومی اینه که واقعا در قلب خودت آیا چیزی رو میبینی که واقعا احساس میکنی سنجیده نیست برای خداوند؟ امروز اونو تشخیص میدی؟ آیا اونو به حضور خداوند میاری؟ بگی خداوند من میخوام تو خودم این شخصیت رو ببینم که افتاده و فروتن است در حضور تو. خداوند برکتتون بده. قوت خداوند با شما باشه. دوستتون دارم. شکر بر وجودتون.